به نام خداوند بخشنده و مهربان بابا تقدیم سلام به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. امرالله صالح، تصمیم 49. اول، طالبان داعشی در یک پیام کتبی به ما هشدار دادند که اگر کسی از زندانیانشان اعدام شد، کابل را مسلخ شیعه تبدیل خواهند کرد و در عین زمان گفتند که افراد اختطاف شده را سر خواهند برید. من به ریاست امنیتی ملی کابل هدایت دادم که تمام طالبان داعشی که در چنگال قانون هستند به شبکه های خود پیام بدهند که دولت همه شجره آنها را میشناسد. این که تا اکنون مهار نشدند بحث علایده است که رابطه مستقیم به قابلیت ها و توانی های ما دارد. طالبان داعشی بدانند که هیچ تهدید مانی این که ما چهره های این آدمکشان را همه روزه به ملت خود معرفی کنیم نخواهد شد. هیچ تهدید. من یک بار دیگر از قوه قضایی کشور خواهش می نمایم که این خونخوارها را محکمه علنی نمایند و محکمه کسانی که قبلا دستگیر شده بودند تصریح گردد. این مبارزه با پنهانکاری نتیجه مطلوب نمی دهد. در جریان جلسه امروز خبر انداخت راکت از سایل لب جر به ادلای من رسیده شد. هنوز قاطع حکم کردن نمی توانم، اما گفته شد که یک هموطن ما شهید و یک خانم زخمی است. این لکه ناکامی در برابر ترورستان را از روی دو علت پا خواهیم کرد. با آنکه این ناکامی را میپذیریم، اما در عین حال از زحمات و فداکاری منصوبین سحرخیز نهادهای امنیتی ما که هر لحظه زندگی خود را به خاطر همه ما در کف دارند غافل نیستیم و در کنارشان استاده هستیم. دوم، از امنیت ملی کابل به خاطر عملیات‌های موفقانه‌شان در دستگیری باز هم یک شبکه تروریستی را که در آن صفی الله بمبگذار شهری خواجه شعیب قاتل سرباز پلیس در ولایت پروان به تاریخ 13/7/99 حضرت میر ولد دادمیر یکی از عفو شده های شامل 5000 بود و باز هم در ولسوالی میر بچکوت امیر محمد کارمند امنیت ملی را به شهادت رسانیده بود. زینت الله فرزند عبدالقاسم یکی از منصوبین جمع آوری اشر برای طالبان شامل می باشد. در کنار تمام نیروهای دفاعی و امنیتی خیش استاده هستیم. این مبارزه نفسگیر است و قربانی می طلبد. قرار است فردا جمعی از منصوبین پلیس و امنیتی ملی را که چند بم را در سربی و نوایی کابل خونسا ساختند مورد مکافات معنوی و مادی قرار بدهیم. سوم، از زحمتکشی تمام نهادهای شامل در میثاق امنیتی کابل به خاطر مجلس مهم عمیق و بی سابقه در خیمه لوی جرگه ابراز سپاس و امتنان می نمایم. میثاق امنیتی عملا به تمام کوچه های کابل از طریق 1200 نفر نماینده محله ها تشریع و توزیع گردید. این برنامه که با متمرکز و حساب شده پیش می رود محدود و منحصر به دفاتر نهادها نمی ماند و مردم را در دور ایده اینکه امنیت شهروندان مسئول و کنشگر می خواهد بسیط می سازد. چهارم، در خیرخانه منطقه ای است به نام گولویی پارک. پارک این منطقه که گولویی به اسم آن مسما غصب گردیده و به رستوران تبدیل شده است، در این رستوران معمولا اوباش های منطقه جمع است. برای مالک این رستوران غیر قانونی که در دل چارایی سایه سبز را غصب کرده است، 48 ساعت وقت داده شده است که بساطش را جمع نماید. پس از 48 ساعت این ساختمان غیر قانونی با وسایل مجهز شارولی و با همکاری قطعه منتظره پاک خواهد شد. در ادعای نظم در لیسه مریم ما کامیاب نیستیم. به خاطر انجام آنچه وعده کرده بودیم باز هم کار ادامه دارد. گفتن 1000 باب اندازه بگیرید و یک بار قطع نمایید. این بار روند اندازه گیری قبل از قطع کاری به مرتبط دقیق و منسجم تر از گذشته خواهد بود. نوت اول، ملاله میوند خبرنگار افغان در ننگرهار را طالب‌ها شهید ساختند. خاموش سازی جامعه و به خصوص خاموش سازی زنان جز برنامه های راهبردی طالبان است که از طرف بادار فکری و لوجستیکیش از کوره ما حول آن تیکه می شود. اما این صدا چنان وزین و فخر است که دیگر خاموش نمی شود. برای خانواده ملاله شهید عرض تسلیت دارم. ادارات شامل در میثاق امنیتی در ننگرهار باید با پیروزی از روش کابل به صورت دامدار مردم را از انکشافات قضایای درستی در جریان بگذارد و نظارت ما از فعالیت‌های ولایت شامل در میثاق امنیتی افغانستان آغاز شده است. دوم، استاد زریاب از این خانه بر نقش و خیال رخ بس و فارسی در افغانستان در سوگ نشست. خداوند رویش شاد داشته باشد. او چند بار مهمان ویژه ما در برنامه‌های ادبی بود. مخاطب‌ها به وزن کلمات او می‌پرداختند نه به تعداد آن. خداوند افق ادبیات را
که با رفتن او خالی می شود با چیره های نو پرسازد. نوت سوم، متاسفانه یکی از افسران سرخیز و پرکار حوزه دوم پلیس سارقان مسیولا قماندان توله حوزه دوم در جریان عملیات علیه جرم پیشگان شهید گردید. قاتل این افسر پلیس حمید نام دارد که در فهرست جرم پیشه ها که منتشر شده است شامل می باشد. محل سکومت قاتل تلاشی شد اما او فرار کرده بود. مهار جرم قیمت و بهایی دارد که آن را نیروهای شجاعی ما روزانه می پردازد. از مردم می خواهیم بیشتر از پیش با این نیروهای با وقار همکاری نماید. در عین حال یکی دیگر از افسران لوجستیکی ما مربوط به حوزه دوازدهم پلیس در روز حوزه اشتم با چاقو مجروح گردیده است. نوت چهارم، مرگ فردین امینی تروریستی نیست اما خانواده او حق دارند خواستار تحقیقات عمیق شوند. دستگاه دولت مکلف و پاسخگویی است و این مکلفیت برای ما عزیز است، اما اگر این خانواده داغ دیده اصرار بر مرموز بودن قتل دارند، پس پلیس مجبور خواهد بود که تمام اعضای خانواده از طبقه اونا شروع تحقیق نمایند. هر قتل را مرموز خواندن و بعد حکومت را متهم کردن نه انصاف است و نه قانون. پلیس به خاطر احترام به عزت خانواده ها بسیاری اوقات نمی خواهند جزئیات بدهد. از این حیای پلیس نباید سوء استفاده گردد. من به پلیس هدایت دادم که از این به بعد در قضایای جنایی اگر کسی بخواد به باجگیری بپردازد، از ابیات حقوقی بیرون رفته و اصل قصه را باشد و مدهم به مردم بیان نماید تا افشار روانی بر نیروهای پلیس از کشفی و امنی کم شود. نوت پنجم، گفته اید کار تحقیق روی پرونده شهید سیاوش به کجا رسید؟ من روز پنجشنبه با مسئولین که قضیه را عمیقا زیر بررسی دارند حرف زدم. دوسیه همچنان زنده است و هر روز پیگیری می‌گردد. من گفته بودم سرنخ‌های خام و ابتدایی به دست آمده است. چنگ زدن به سرنخ ابتدایی و برآمد بر آن توقع بر اساس ایجاد می‌نماید. ما بالای قضیه کار داریم و حتما ملت را در هنگام دستیابی به این نقطه در جریان خواهیم گذاشت. نوت ششم، از جناب محترم جمعه خانم درد که با ارسال نامه از ادارات آن در میثاق امنیتی خواسته است که معضله بندش کوچه از خانه‌هایشان مشترک حل نمایند سپاس می‌نماییم. نوت هفتم، نیاز به تغییر در قانون. متاسفانه قانون در برابر کسانی که به اصطلاح معتادن و دست کم به جرم میزنن مانند سرقت‌های موبایل خاموش و مبهم است. اکنون با سنان‌ولی در بحث هستیم که این معضله حل گردد. اما به حوزه های پلیس هدایت داده شده است که چیز به نام ترحم به بهانه اعتیاد به مواد مخدر و جرم پیشگان نداشته باشند. سپاس که تا اینم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را دنبال و سابسکرایب کنید.